سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به واکنش تند میر حسین موسوی از رهبران در حصر خانگی جنبش سبز در خصوص حکم اعدام حکومت میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. همین چند روز پیش بود که زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی که سالهاست در حصر خانگی به سر میبرند، واکنش تندی به عمل کرده رهبر و مسئولین نظام بیان کرد و باعث حواشی شد. میر حسین موسوی که جزء نفرات اول انقلاب 57 در کنار رهبر جمهوری اسلامی به شمار میرفت، بعد از داستان انتخابات 88 به یک بار از چشم حکومت افتاد و یکی از تجمعات اعتراضی عظیم هوادارانش رو در نوع خودش در همون سال نسبت به تقلب انتخاباتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت برگزار کرد و به دستور نظام از اون سال به بعد در حصر خانگی به سر میبره. او که همچنان از امکانات اولیه استفاده از وسایل مدرن و ارتباط جمعی بهره نمیبره، با انتشار متنی در اعتراض به حکومت صحبت‌های خودش رو منتشر کرد. میر حسین موسوی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که از 13 سال پیش در حصر خانگیه، در پیامی در واکنش به سرکوب خونین اعتراضهای اخیر در ایران، اون رو با اعتراضهای سال 57 در زمان شاه مقایسه کرد. وی در پیامی که چند سال پیش در سایت کلمه منتشر کرده بود، تصمیمی نسبت به افزایش قیمت بنزین رو تصمیمی غیر معقول و کاسبکارانه و مخالف منافع اقشار مستضعف عنوان کرد و نوشت برخورد خشن و خونین با مردمی خشمگین و فرودستان جان به لب رسیده که به خیابان‌ها آمده بودند و تأمل در گستردگی اعتراض‌ها در تهران و سایر نقاط کشور که نشان دهنده سرخوردگی همگانی در میان اقشار جان به لب رسیده از اوضاع کشور دارد، شباهت تام و تمام با کشتار بیرحمانی مردم در 17 شهریور خونین 57 داره. وی تأکید کرده آدمکشان سال 57 نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند و مأموران و تیراندازان امسال نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه. به خواستار معرفین آمرین و مباشرین این کشتار و محاکمه اونها شده بود و همچنین در انتهای پیام خودش نوشته بود کافی نظام به عواقب کشتار میدان ژاله توجه کنه. پنجشنبه گذشته نیز مهدی کروبی، نامزد معترض دیگه‌ای که اون نیز در حصر خانگی به سر میبره، در پیامی گفته بود ریشه و بستر اعتراضات اخیر رو باید در فساد، تحقیر، تبعیض و نابرابری حاکم جستجو کرد، نه در آن سوی آبها. به در این پیام هم تاکید کرد که از سکوت رجال سیاسی و جریان‌های مؤثر در قبال چنین فجایعی در عجب. آقای کروبی اعتراض‌های اخیر رو نشان از اوج فشار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مردم عنوان کرد و گفت حکومت به جای شنیدن صدای معترضین، اونها رو همچون سالهای 88، 96 و 98 به روشی خشن سرکوب کرده. اما میر حسین موسوی که بیش از یک دهه است در حبس خانگی قرار داره، درباره احتمال موروثی شدن رهبری در ایران هشدار داده بود. آقای موسوی در نوشته جدید که سایت کلمه منصوب به نزدیکان اون منتشر کرده بود، با اشاره به سخنانی از این دست که بعد از مرگ رهبری فرزندش رهبری شیعیان رو به دست میگیره نوشت زبانشان لال، مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی بعد از پدرش به حکومت برسه. او در ادامه نوشته 13 ساله که اخبار این توطئه شنیده میشه، اگر به راستی در پی آن نیستند چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی کنند؟ میر حسین موسوی در این نوشته جدید در تحلیلی از آنچه که در اعتراضات سال 88 در ایران رخ داد به استخدام اوباش بدسیرت برای غم کش کردن جوانان مردم که بصیرت نام گرفت اشاره کرد و نوشت سزای آن سردار بی افتخاری که به این جنایت اعتراف و مباهات کرد چه بود؟ جز آنکه جانش در غربت به قربانی مستبدی دیگر تلف شود. او در ادامه بدون نام بردن از این سردار سرنوشت اون رو عبرتی برای بازماندگان دانست
تا دریابند که خودکامه در ازای طعمه‌ای که پیش پایشان می‌اندازد همه چیز آنان را مطالبه می‌کند. میرحسین موسوی که در دهه 60 نخست وزیر ایران بود، در بیانیه خودش که روز شنبه منتشر کرده بود، مهسا امینی رو دختر ایران، دختر کردستان و دختر انسان خواند که با مرگ دلخراشش تاریخ را در زمین و آسمان ورق می‌زند. حالا او بعد از محکومیت سریع بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، فعالان سیاسی و هنرمندان از جمله افرادی بودند که بعد از اجرای حکم اعدام محسن شکاری واکنش تندی نشون دادند. میرحسین موسوی هم حالا بعد از انتشار ابلاغ اجرای حکم نفرات دیگر بازداشت شده، از حکومت نسبت به این اقدام ساکت نموند و نسبت به این موضوع واکنش نشون داد. میرحسین موسوی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، بدون نام بردن از محسن شکاری که توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، نوشته به این گونه اعدام‌های پشت پرده و سیاست زده خاتمه دهید. حقوق ملت را پاس بدارید و تلاش برای خار کردن شهروندان و جوانان را متوقف کنید. او خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفته که وظیفه شما حفظ جان آحاد ملت بود، نه گرفتن جان شهروندان. مطمئن باشید با این روش‌های ظالمانه و خون‌آلود طول عمر حکومت شما تضمین نخواهد شد. میرحسین موسوی میگوید که نه تیربارها و نه مسلسلها و نه چوبه های دار جنبش مردم برای آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خیش را متوقف نخواهد کرد. رهبر جنبش اعتراضی سال 88 موسوم به جنبش سبز افسوده این گونه حکمرانی به کشتار و ویرانی و از دست دادن همه سرمایه ملی می انجامد و لاجرم مردم نیز در مقابل آن یک پارچه مقاومت خواهند کرد. میرحسین موسوی در بخش دیگری از بیانیه خودش خطاب به نیروهای مسلح نوشته بود امروز که زنان و مردان ملت به یاد و نشان مهسا امینی صدها مطالبه فراموش شده دیگه به پا خواستند، هیچ کس حق ندارد با دستور آمران چون عاملی چشم بسته در مقابل آحاد ملت خود بایستد و عهد و پیمان خود را با ملت خیش از یاد ببرد. توانایی هایی که به شما محول شده برای دفاع از مردم است، نه سرکوب. وی از نیروهای مسلح خواست که در این شرایط حساس و غمبار در سمت حقیقت و در سمت ملت بایستند. میرحسین موسوی همچنین در بخش دیگه از نوشته خودش که به عنوان پیشگفتار در ابتدای ترجمه عربی بیانیه های او در سالهای 88 و 89 منتشر شده، سیاست‌های منطقه ایران رو کجروی توصیف کرده بود. او میلیون‌ها مهاجر و صدها هزار کشته در سوریه، بدنامی حزب الله، پیدایش داعش، جنگ‌های قومی و قبیله‌ای در یمن و گرایش کشورهای عربی به پیوند با اسرائیل و شعار هلال شیعی را شاهد شوم بودن نیات این کجروی دونست. میرحسین موسوی در پایان این نوشتار آرزو کرد روزی فرا برسد که قنداق‌پوش‌های ما دیگر زیر قنداق تفنگ بزرگ نشوند. باشد روزی که ایران و ایرانی به آزادی و شکوفایی لایق خیش برسد. باشد زمانی که راستی بر دروغ و دادگری بر ستم پیروز شود. باشد که این شب سرآید و این زادبوم از نو بامداد را تجربه کند. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.